میخوای یاد بگیری اکانت لژندار هک کنی؟ پس آخر این ویدیو با همراه باش. Let's go. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو باحال دیگه. بچه داخل این ویدیو میخوایم براتون تعریف کنم که آموزش بدم که چجوری اکانت رو هک کنید، کرک کنید و چیکار کنید که اصلا اکانت خودتون هک و کرک نشه. چه خبر بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم که اوضاع به کام باشه و دیگه همه چی روال باشه. آقا گفتم یه ویدیو باحال آموزشی طوری واسه تون بذارم، امیدوارم که از این ویدیو زیاد استفاده های نازور رو کسافت کنین، بازی ها نکنین، بید فقط در حد اطلاع داشته باشید و از این اطلاعات برای جلوگیری از هک شدن و چیز کرک شدن اکانت خودتون جلوگیری کنید لطفاً و خواهشاً. یا ابوالفضل کمپ ناموس. آره بچه، زیاد ازش استفاده های غیر انسانی هم نکنید. اگر هم غیر انسانی میکنید روی خارجی ها بیشتر انجام بدید. میگم چرا و اینکه کلن هم خارجی باشه بهتره دیگه. آقا شما والبنگو ببین، تو هم اول کاری والبنگو ببین، نگاه کن. یا چیترم بابا، کسافت چیترم به اول فصل. بچه ها چه خبر؟ امیدوارم که مدرسه هم خوش گذشته باشه بهتون. بریم آقا سراغ آموزش و یه سری توضیحاتو که اینکه چجوری اول باید ببینیم که کرک چیه، هک چیه، روشاش چیه، بعدم بریم آموزش ببینیم دیگه. آقا هک به معنای لغوی و معنای حالا برنامه‌نویسی استفاده میکنم، آره هم رشته های خودم، اینه که شما میری و تصاحب میکنی یه جایی و یه اکانتی یا هر چیزی رو. کرک کردم به یک معنی دیگری. حالا من با معنی های لغوی و این آقای کیلوس کاری ندارم. بریم بهتون بگم که اینا بیسیکلی چه فرقی با هم میکنن، یعنی چه فرق بین کرک و هک چی هستن، یعنی چه جوریه. بچه کرک کردم میاد چیکار میکنه؟ میاد تست میکنه. مثل این فیلم، تو فیلم های قاب صندوق ها رو دیدی این چیز میذاره مثلا همه اعداد رو تست میکنه ببینه کدوم رمز درسته. دقیقا میشه کرک کردن اینجوریه که شما هی تست میکنین پسورد ها رو، ایمیل ها رو تست میکنین تا بالاخره وارد میشه. به این میگن کرک و اون برنامه‌ای که اینو انجام میشه میگه کرکر، یا اون فردی که این کار انجام میده. هک کردن به معنای وارد شدن و نفوذ مستقیم به اون اکانت و سیستم و این داستان است. داخل این ویدیو بهتره بهتون بگم کرک. چرا؟ چون که ما انقدر حالا برنامه‌نویس‌های قوی نشدیم که، یا حالا فعلا کسی نتونسته به سیستم نفوذ کنه. بچه سیستم هک کردن یعنی که شما غیر از اکانت باید بیای وارد سیستم اکتیویژن بشی. اصلا این سری کارا که اصلا فعلا نمیشه، یعنی اصلا نمیشه و هکرهای خیلی قوی ازش مراقبت میکنن. خب ستون رو کرک کردن به چه صورت؟ خیلی موقع شنیدید که رفیقتون اکانت کرکی خریده یا اکانتش کرک شده یا مال خودتون همچین اتفاقی افتاده، خیلی زیاد شنیدید. خب ستونای گنگ به چه صورته؟ چه جوریه آقا؟ اصلا چرا میگن اکانت کرک سیف؟ کرک سیف مثلا کامل واسهتون توضیح میدم و جامع و کامل بعد میبینیم که چه جوری کرک کنیم و کرک نشیم و فلان. ستونای گنگ کرک کردن، عرضم به حضور جو او برازم ستونای گنگ امیر راندو، اول فکرم نمیشه رونالدو، نمیدونم چرا. خب ستونای گنگ داخشمهان چه جوریه داستان الان واسهتون توضیح میدم. بچه‌ها کرک کردن یعنی اونایی که حالا اکانتا رو کرک میکنن یه کرکر دارن. کرکر میاد چیکار میکنه؟ میاد رمز و جیمیل بهش میدی، خب رمز و جیمیل میاد این هی روش تست میکنه، گرفتی؟ مثلا رمز و جیمیل هم پره دیگه، مثلا شما هر جیمیلی بزنی بالاخره یه اکانتی هست. اول میرن داخل سایت چک میکنن ببینن این مثلا جیمیلی که میگن فرضی حالا هر داستانی داخل اکتیویژن اکانت داره. بعد که تایید شده داخل سایت خیلی راحت چک کردن، خیلی راحت شما یه بار جیمیلو بزنی میزنه که اکانت روش هست یا نیست خود سایت. بعد میان میندازنش رو کرکر، برنامه کرکر، و بهش پیش فرض میدن. میگن مثلا میان حدس میزنن یه سری لیستای آماده هم هست، البته مثلا یارو پسورد لیست داره، یعنی
پسوردش لیست شده است مثلا برای ایران و خارج و اینا، مثلا حدس میزنه دیگه و میسازه. یا مثلا من میخوام اکانت رفیقم کرک کنم، بذارین اینجوری براتون توضیح بدم که راحت تر بفهمم. من میخوام اکانت رفیقم رو کرک کنم، جیمیلش هم میدونیم، میندازیم روی اپ. خب معمولا رفیق من میاد پسورد چی میذاره؟ نمیاد بذاره عبدالغفار که مثلا، یا چه میدونم هخامنشیان، میاد مثلا اکثرا از سال تولد، اسمش، فامیلش، چیزایی که دوست داره، چیزایی که علاقه داره استفاده میکنه دیگه. من میام به کرکر چی میگم؟ میگم آقا این اسمشه، این فلانشه، این هی همه رو ترکیب میکنه. آقا مثلا یه بار اسمو میزنه با تاریخ تولد، یه بار این، خلاصه که یه 2 میلیون بار تکرار میکنه تا اون پسورده در بیاد. مثلا فیلمه که کرک میکنن، تو فیلم ها دیدید دیگه، مثلا قاب صندوقی دیدی، اعدادو تست میکنه تا یکیش درست در بیاد. اینم هم به همین صورته. خب موقعی که پسورد دارن چیکار میکنن؟ بچه پسوردی که داشته باشن، اکثر ما خب تک سیو اکتیویژن داریم دیگه، یعنی اکانتمون فقط روی اکتیویژن. میان چیکار میکنن؟ میان خب با اکتیویژنت کاری ندارم، میان روی اکانتت و روی لاین و فیسبوک سیوش میکنن. حالا اکثرا روی لاین، لاین بازی کم سیفیش بیشتره. خب اینجا دو حالت داره، یا اینکه یه اکانتیو شانسی شانسی میزنن که آقا مثلا مال چند وقت پیش واسه یه خارجی معلوم نیست، یارو مرده زنده است چیه، مثلا قدیما مثلا گوست سیزن 1 داشته، پس قدیمی داشته، یا مثلا لژند داشته، فلان داشته، میاد روش. یا مثلا آقا اکانت مال رفیق یارو بوده، آشنا بوده، فلان بوده، میزنه تو گوشش مثلا لژند داره، فلان داره، بیسار داره، میزنه تو گوشش. بعد دیگه مثلا اکثرا هم بچه شما اکانتتون کرک شده، یه روش پلی نمیدی، یارو هی میاد روش اذیت میکنه، میافتید بیرون، نمیدونم داستان دارید دیگه. یه سری راه حل دیگه هم هست که هم شما میتونید اونو بندازید بیرون، هم اون شما رو میتونه بندازه بیرون. حالا اونا رو هم توضیح میدم، البته تو این ویدیو جا نمیشه بچه کامل و جامع بخوام واسهتون میگم. یه کلا به این سبک ویدیو علاقه دارید، دوست دارید بدونید راجع، حتما داخل کامنت ها واسم بنویسید، کامل و جامع بیام تو چند پارت توضیحات مختصر و مفید و شیک بدم. آره بعد این حرکت ها رو میزنن و خلاصه که اکانت کرک میشه. خب الان خیلی ها واسه شون سواله که خب مامان جان تا اینجا صحبت کردی، دمت هم میگم، اطلاعات دادی، ما الان چیکار کنیم، چجوری انجام میدیم؟ بچه اول شما باید توضیحات جامع رو بدونید، کرک چیه، لاین رو چجوری سیف کنید، چجوری سیف نکنید و چیکار کنید، اینا رو باید اول بدونید، بعد برید داخل کرک و کرک کردن و اول باید بدونید اکانت کرک کردی چیکار کنید، کرک کنید به چه دردت میخوره، اول باید اونا رو یاد بگیری، بعد میری سراغ این حرکات. بچه یه سری کمبولیست هم شاید شنیده باشید دیگه، مثلا یه سری میان مثلا یه 2300 تا اکانت همینجوری کرک، اصلا توش هم چک نکن چی داره چی نداره، میان میفروشن مثلا 2300 تومن، شما میگی شانسی مثلا در میاری توش لژند داره لژند نداره، به این صورت هست. این را درآمدزایی هم میشه کرد، ولی خب بچه سعی کنید اولا مال رفیقاتون نزنید، رفیقا کار بد نکنید، بعد واسه ایرانی ها را نزنید بچه ها کلن. چرا؟ واسه ایرانی ها اولا که بابا هموطن نکنید، کار زشته، واسه خارجی ها رو بزنید دهنشون آسفالت کنید بر پدرشون لعنت. و یه داستان دیگه هم هست بچه ها، این پیگیری قضایی هم میتونه داشته باشه، یعنی که البته تو ایران زیاد نه، ولی خب میتونه اگه یارو یکم وارد باشه واسهتون درد سر درست کنه، نه اینکه مثلا شکایت کنه بیاد زندان و فلان، درد سر درست کنه، مثلا بگه که آره نقض قوانین کرده و فلان بسار این حرفا دیگه. خلاصه که حواستون باشه. آخه شما دوبار رنج رو ببین، حاجیت میزنه، حاجیت ببین چی میزنه، خدا وکیلی بچه یه چی پیدا کردم، ایم اسیست میده، یه چی که داخل خود گیمه، فکر نکنید چیزی چیت خریدم یا چیزی اضافه کردم، داخل ستینگ خود گیمه و ایشالله که آموزشیشو میذارم واسه تون اش کنید. ایما فضایی میشه، قفل میکنه روی یارو، مثلا صدیب داره دیدی اش، این بنده خدا یتیمونه میکنه زرت رفت لابی. آره خلاصه بچه تا اینجا نمیخوام ویدیو طولانی بشه، تا اینجا واسه تون توضیح دادم، میخوام ببینم که علاقه نشون میدید چجوری، اگه دوست دارید کامل و جامع بریم توضیح بدیم و چجوری میشه که رک کرد و دیگه بریم تو فاز چجوری اپش رو از کجا دانلود کنیم و نمیدونم پسورد رو چیکار کنیم اینا، دیگه میرسه به ویدیوهای بعدی و پارتهای بعدی. اگه دوست دارید حتما تو کامنت ها واسم بنویسید، لایک کامنت اینا یادتون نره، سابسکرایب هم داشته باشید که چنل رو
ویدیو رو گذاشتم از دست ندید. زنگوله رو حتما روشن کنید که دیگه بابا اولین جزء اولین نفرایی باشید که از ویدیو باخبر میشه. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو بعدی فعلا.